عرض ادب دارم خدمتتون. هموطنان بسیار نازنینم، روی ماه تک تکتون رو میبوسم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. جناب داوود روستایی تلفنی با هم حرف میزدیم، فرمودند که دارن پوستر تابلوی بی همانند خودشون رو آماده میکنن که به همراه DVD که ایشون تابلو رو در مورد تمام شخصیت هایی که در اون تابلو هستن و از نظر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی مدت 45 دقیقه تابلو به معرض نمایش شما گذاشته شد و ایشون در مورد شخصیت ها صحبت کردند رو، پوستر این رو به اضافه DVDش رو داریم آماده میکنیم که تقدیم شما هموطنان بسیار نازنینم اگر باشیم بکنیم، نباشیم هم باز میتونید، با ما هنوز تو این شهر هستیم و خواهیم بود. هموطنان بسیار خوب و عزیزم، برای اینکه تلویزیون آریامهر 3 آپشن داره، اولین باره که با شما دارم در این مورد صحبت میکنم. قبل از اینکه این 3 آپشنی که برای ما باقی مونده با شما در میان بگذارم، یک نکته حیاتی رو باید خدمت شما عرض بکنم که 1001 راه برای ما وجود داشت که ما اصلا در این نقطه‌ای که ایستادیم می توانستیم نباشیم. ما می توانستیم جنس بفروشیم، ما می توانستیم فرش فروشی داشته باشیم، ما می توانستیم جواهر فروشی داشته باشیم، ما می توانستیم بیش از 25-30 آگهی داشته باشیم، ما می توانستیم 6-7 برنامه سازی رو که از ما خواسته بودن و هنوز می خوان که اینجا بیان برنامه اجرا کنن و ساعتی $300 براشون بدن، تمام اینها رو رو هم میگذاشتیم، یک درآمدی حدود 110 تا 120 هزار دلار تلویزیون آریامهر میتوانست داشته باشد، اما تحت هیچ شرایطی اون تلویزیون آریامهری که 2 سال و 7-8 ما شما دیدید دیگر نبود. یعنی فردا صبح اگر من اراده کنم و چند طرحی رو که پیشنهاد شده بپذیرم، ما اصلا مشکل مادی نخواهیم داشت و اصلا یک پنی هم از شما مردم پول نیازمند نخواهیم بود و دروغ هم نمیگیم که 3700 تا نمیدونم بیننده داریم که نفری $30 بهمون پول، از این صحبت هم لازم نداریم. 30 آگهی خودش یه چیزی نزدیک اینطور که به من فکسش رو فرستادن $37,500 تا $40,000 پول آگهی به ما میدن، $15,000 برای فرش به ما میدن، یه چیزی نزدیک $10,000 جواهر و یکی دو تا به اصطلاح مسائل کارت تلفن و این حرفا به ما میدن و در نهایت 6 تا برنامه ساز، بله 6 تا برنامه ساز گفتن که هر کدومشون هم متفاوت هستن، جبهه ملی هستن، نهضت آزادی هستن، دو تاشون سبز هستن و اینا حاضرن ساعتی $300 یک قرارداد یک ساله هم ببندن و در واقع با 2 بازپخش هر کدومشون در واقع روزی $3,000 و هفته ای چون 2 بار تشریف میارن هفته ای $6,000 که اونم خودش یه چیزی نزدیک $27,000-$30,000 میشه و گفتند اگر این پکیج را بپذیرید به انواع و اقسام مختلف هم کمکتان. ولی اگر مثلا یک برنامه ساز با آقای سازگارا مصاحبه کرد، شما اجازه دخل و تصرف درش رو ندارید، یا اگر آقای نوریزاده رو خط آوردن و به حجت بازی ما میرفت، همون بازی پارس و کانال یک و اندیشه و اینا، یه چیزی نزدیک $120,000 هم با این که ما $50,000 بیشتر خرج نداریم، شاید چرا $5,000-$6,000 خرج ما برای اتاق فرمان بیشتر میرفت چون ساعتامون بیشتر میشد. نهایتا سعید سکویی یک زندگی راحت تری داشت، خیلی راحت تر، و یه چیزی نزدیک به یک سال و 3-4 ماست به انواع و اقسام مختلف این آفرها داره میشه، خصوصا در این روزهایی که ما در تنگنای بسیار بدی هستیم
هی داره آفرها فشارش بیشتر میشه و من همواره خودم که تلفن دستی من رو شاید به اندازه انگشتان دوتا دست من کسی نداشته باشه، بسیار برای من مسائل شخصی مهمه، اما تلفن دفتر دائما زنگ میزنم، به همشون سپردم که جواب ما نه هستش. حتی یک آگهی به نام کریم مریم همچین چیزایی حاضر شدند تا 5000 دلار هم به ما در ماه بدن، ما به یک دلارش نیاز داشتیم نپذیرفتیم. هیچ چیزی برای حکومت اسلامی مهمتر از این نیست که یک شخصیتی مثل سعید سکویی رو مثل دوستان دیگر به صورت دستمال کاغذی یک بار مصرف درش میاره، چون من از همه اونها بی محاباتر صحبت میکنم، بدون رو در بایستی صحبت میکنم و هموارم شما یک ثانیه کلک و دقل و دقل بازی و این گونه حروم بازی ها رو، حروم زاده بازی ها رو از من ندیدید. در یکی از همین آفرها حتی به ما گفتن که ما بازاری رو داریم در شهر شرمنوکس که داره آماده میشه، یک انبار بسیار بزرگ با بیش از 25 میلیون دلار جنس که ما میخواییم روزی 3 ساعت از اون انبار برنامه هاش اینجا پخش بشه و حضورتون عرض بکنم که یه چیزی نزدیک 30,000 دلار ما میتونستیم از اون مسئله پول بگیریم. باز هم بنده نپذیرفتم. این حماقت نیست هموطنان که چشم من یک بند انگوش توش پایین رفته باشه و 1001 مشکل داشته باشیم، یک دونه پروسسینگ کردیت کارت نداشته باشیم و 1001 بدبختی داشته باشیم، اما تمام اینها رو که هر کس و ناکسی بود میپذیرفت، به جان 4 فرزندم، به چشمانتون سوگند، به موتون سوگند نپذیرفت. سه حالت برای ما وجود داره. یکی اینه که با یک تلویزیون دیگر، خوب توجه بفرمایید، با یک تلویزیون دیگر، نه از نوع پارس و کانال یک و اندیشه ای و این حرفا، بیایم و آنتن هم دیگر رو، یا این آنتن رو یا اون آنتن رو نصف نصف کنیم. یعنی نصف کمر تلویزیون آریامهر میشکنه، اون تلویزیون مثلا 6 ساعت صبح برنامه داشته باشه، ما 6 ساعت بعد از ظهر رو داشته باشیم و برگردانمون هم ریرانمون هم 6 ساعت 6 ساعت بشه، یا 3 روز در هفته ما داشته باشیم 3 روز اونها داشته باشن و کاملا جدا و از این گونه مثلا. دشواری های خودش رو داره، مشکل های خودش رو داره و بی درد و رنج نیست، برای من بسیار دردآلوده، اما یک آپشنه که ما تو همون سه روز و نصفی هم بتونیم فریادمون رو بزنیم. راه دوم ما اینه که به جهت اینکه بنده حدود یک سال و هفت ماه از لیس اینجا باقی مونده، از شرکت یعنی جایی که ما تلویزیون درش داریم آپرییت میکنیم، یک امریکایی جوییش بسیار گردن کلفت متمول ثروتمند با ده ها اترنی در همون مقیاس، ما فردا صبح اگر رنتمون رو به اینا اول برش، یعنی الانم که این ما مقب هستیم، ندیم، ما رو سو میکنن برای باقی مانده لیس. با ستلایت کمپانی که از تیم یک ستلایت کمپانی اسرائیلیه و در واقع 3 سال قرارداد داریم، 1 سال خوردهش گذشته، با اونها هم دوچار اشکار خواهیم شد. برای اینکه بتونیم یک نگوشیشنی با لندلورد و یک نگوشیشنی با ستلایت کمپانی بکنیم، چون از اون تیپ هایی نیستم که بخوام پول اونا رو بخورم و حالا برم تو دادگاه و برم وکیل بگیرم و این گونه مسائل، دیگه واقعا نه حوصله‌شو دارم، نه سن و سالم اجازه میده، نه فیر برای زن و بچه هم هستش که حالا بعد از نبودن تلویزیون که در واقع
مثل اینکه جفت کلیه های من رو از تنم در بیارن و در یک بازی نابرابر مجبور به خروج بازی باشیم که تازه توپو بردیم، ازشون پنالتی گرفتیم، میخوایم ترتیبشون رو بدیم، نه تنها گلرشون رو زخمی کنیم بلکه تورشون رو هم پاره کنیم و اون توپ رو آنچنان محکم تو پنالتی بزنیم که از تا در تا میدون شهیاد اون توپ زوزه کشان خودش رو برسونه. اما